فکر نمی کنم که از ما بدتر و از ما خطرناکتر برای اسلام وجود داشته باشه. از ما که مثلا کربلا رفتم، از ما که مثلا چادر سرمه، اگر لحظه عنایتشان از ما دریغ شو، اما از فقط خدا شکر میکردم که به مشهد زندگی میکنم. اما از خدا شکر میکردم که امام رضا دار. وگرنه خیلی او دوری از اون مکان چجوری ما میخواستم طاقت بیارم. و ما لب مرز به مدرک و به امام حسین گفتم تا اینجی که آمدم قسمتم نباشه که برم، یعنی طلب شما نباشن، حتما چه تا اینجی نمی آمدم. و برای ما خیلی جالب بود که من رد شدم از مرز بدون مدرک. سلسله مستند کربلایی، روایتی از مسافران راه عشق. بله. چی شد که تصمیم گرفتید کربلا برید؟ نمیفهم برای شما اتفاق افتیده، رفتن نرفتن، نزدیک اربعین که میشه اصلا یک شور و یک هیجان رام افته که اصلا نمیشه که آدم خود کنترل کنه. او عشق که از امام حسین است به دل امگی، او وقت اربعین و وقتی که امگی دارن میرن به سمت امام حسین، نمیشه که آدم دلخ مکم بگیره و بگوه که نه که به تیاره دیگه. ما امسال مثلا شرایطم فرق میکنه، ما دیگه امسال نمیرم. خیلی فکر کردم، چندین دفعه تصمیم گرفتم برم، چندین دفعه تصمیم گرفتم نرم، ولی لحظه های آخر دیگه سپردم به خود امام حسین دیگه و رفتم. خدا رو شکر به سلامتم برگشتم. اولین سفر شما بود؟ برای من چهارمین سفر بود. به به، خوش به حال شما. زنده باشی. سختی و مشکلاتی برای شما نبود در زمان؟ یک من سفرهای قبلی که رفته بودم سختی بود، ولی عنایت‌های ویژه‌ای که به هر تک تک افراد که اونجا بود میشد به چشم دیدم. چی مثلا دیدی؟ کمک‌هایی که وقتی که آدم خیلی درمانده میشد، خسته میشد، اذیت بود، بعضی وقتا میدیدی که انگار که امام حسین حواسش هست، حتی به مایی که خود لایق نمیدیدم که به این سفر بیام، حتی به من این توجه داره. بماند به کسایی که مثلا حالا از ما بهتر بودن و شایسته تر بودن که اونا بیشتر عنایت میشد بشن. سختی میدیدم، جای خسته میشدم، سریعا بر ما جای فراهم میشد. نمیفهمیدم که چجوری فراهم میشد، ولی فراهم میشد که ما استراحت کنم. تشنه بودم، سریعا بر ما آب فراهم میشد. گرسنه بودم، سریعا غذا آماده میشد. خب اینا رو من دیده بودم، به چشم دیده بودم و یک جور بگم که الان نمیخوام بگم خیلی آدم مؤمنیم، ولی خب او ایمانی که به این راه پیدا کرده بودم نشد که از ممانعت کنه از این خواسته ما، و گفتم امام حسین دفعه قبل که داده این دفعه میده. اگر اتفاق خاصی را در سفر تجربه کردین که برای شما بسیار جالب بوده میتونین برای ما قصه کنین، بفرمایید. قبل کرونا فکر میکنم سال 98 بود که رفته بودم، یک اتفاق خیلی جالبه که بر ما افتیده بود. سال خب دو دفعه قبلیم که من رفته بودم به اربعین که رسیده بودم به کربلا، من نتانستم که بین الحرمین برم ببینم، حرم حضرت عباس ببینم، هیچی. فقط تنها جایی که تانیستم و توفیق شد و قسمتم شد حرم امام حسین. چرا نتونستین ببینین؟ روز اربعین خیلی شلوغ و بسته میکنن بین الحرمین، مخصوص آقایون بود دیگه. و سعی میکرم از قصدم نرم، چون بالاخره آمدم برای زیارت، نامدم که خدای نکره گناه بیشتر کنم، گناه برگردم.
همون حرم امام حسین اکتفا کردم و خیلی دیگه دلم به دلم مانده بود که من دفعه سوم مثلا دارم میام و انوزم که انوزه من نتانستم که حرم حضرت عباس ببینم و بین الحرمین که انقدر از پیش تعریف میکردنم مگی که بوی بهشت میده و آرامش داره و من اصلا اونا رو تجربه نکرده جانم بیبدالله جانم بیبدالله جانم بیبدالله درگاه تو بوسیدن به بچه صفا دارد درگاه تو بوسیدن به بچه صفا دارد خاک سر کوی تو عطر شهدا دارد محبوب همه دل ها جانم ابی عبدالله. سال سومی که من رفتم امی فکرها به ذهنم بود که گفت خی خود میگفتم امسالم دیگه نخواد قسمتم شو که من این رو ببینم. شو رسیدم به کربلا فقط ساکاخ یک توی حسینیه ماندم. رفتم سه نفر از دوستان با بودم با هم دیگه رفتم بر زیارت. رفتم سمت زیارت امام حسین که دیدم که متو چشم ما که با گنبد افتید اصلا خیلی دیگه انگار که سالای سال ندیدم امام حسین دیگه. بعد اما تو داشتم راز و نیاز میکردم درد و دل میکردم خیلی حضرت یک دسته دیدم که دسته عزا بود میره سمت حرم امام حسین و دو طرفش آقایون تناب بسته کردن داخلش قسمت جلو آقایون بودن به وسطش یک وانت بود به خیالم ولی سر وانت روزه خان بود که روزه میخاند و اینا پشت سر وانت خانوما بودن میرفتن. یکی از همراهای ما گفتن که بیاین بریم خیمی دسته هر جا که رفت روزه خانی میکردن و اینا گفتن بیا بریم خیمی دسته بریم هر جا که رفت دیگه ما هم میرم خیشن عزاداریه دیگه روزم میخوانه. گفتم صحیح. رفتم از زیر تنوا ما هم خود اخزادم بین خانوما گفتم ما هم بریم و خوبیشی بود که دو طرف آقایون چون تناب گرفته بودن آقایون برخورد نداشتن به خانوما و در کمال ناباوری اصلا دیدم که این دسته رفت سمت حرم امام حسین و داخل قسمت که زریح ما میتونستیم ببینیم از دور. برام جالب بود که حیوانت وارد حرم امام حسین شد از اون طرف دیگه بدر شد و همه تو که میرفتیم داخل حرم روزه خان متناسب با امو مکان روزه میخواند و واقعا خیلی برای من عجیب بود انگار که امو حس بهشت بودن دیگه داشتم اونجا حس میکردم. از اون طرف که در دیگه که خارج شد وارد بین الحرمین شده یعنی اصلا من بال در آورده بودم دیگه که شب اربعینم بود که من تو دیگه میگفتم که بهترین لحظه عمر من دیگه الان. وارد بین الحرمین شدم و روزه خان نمیشناسم ولی خدا خیر بده اشر و تناسب خود مکان بین که بین الحرمین بود روزه خانی میکرد و اصلا اون دیگه هم خوشحالی بود برای من هم حس غم بود و یک چیز که کمتر میشه حس کرد همچین چیزی یک حس کمیابیه و فکر میکنم امی حسایی که آدم توی مواقعی که آدم میسازه و او حسه که بعدن خیخ میاری کل سال میتونی تعمل کنیشه که این دوری که باز سال دیگه شد من باز برم.
از اون حسا که بعد از دو سفر در سفر سوم تجربه کردیم بر ما بیشتر بگیم. اما از فقط خدا رو شکر میکردم که به مشهد زندگی میکنم. اما از خدا رو خوش شکر میکردم که امام رضا دار. وگرنه خیلی او دوری از اون مکان چجوری ما میخواستم طاقت بیارم. اگر دلم تنگ شد برای حرم، دقل حرم امام رضا هست. اینجی میتونم برم از دلتنگی اخ بگم. از این که امام زمان ما کجای؟ یک زمان بود یک استاد بر ما میگفت که اگر میرن کربلا، کربلاییشن برگردن. یک کلیپ را آماده کردیم. دوستانیم اون کلیپ را تماشا کنید و ببینید. در سرایت زروی رحمت نما نگاهی به حال زارم به خانم امسال به سوی کویت که بی قرارم حسین جانم سال مرا رسانی بکر بلایت. فکر کنید در همون سوال هستید، به آرزوی خود رسیدید، امسال هم با طفل 5 ماهه روبروی ذریع امام حسین علیه السلام هستید و زیارتنامه میخونید. از حس خود بر ما بگید. میگم به امام حسین که هرچی دارم از شما دارم. من کسی نبودم که بخواه به من لطف کنه، ولی لطف میکنه. نه یک بار، دو بار، دائما. اگرم که امسال مر به طلبه، من پارسال که رفتم از امام حسین یک خواسته داشتم، گفتم که سال دیگه ما میتونم بیام، ولی مطمئن نیم که بچه کوچیک ما میتونه بیایه یا نه. گفتم به امام حسین که اگر که میطلبی توانش رو بده. انشالله که به طلب. اگر طلبیدن و شما با طفل 5 ماهه که تقریبا همسن و ساله، الان میتونیم بگیم نوزاد است و همسن و ساله علی اصغر امام حسین علیه السلام، شما یک طفل شیرخوار میبریم به زیارت امام حسین علیه السلام، در اونجی چی احساس فکر میکنیم به شما دست میده؟ شما با علی اکبر خودتان با آغوش گرفتین و روبروی ذریح میستین. شرمنده امام حسین میشم. ما بچه این بغل مه سالمه میتونم به شیر بدم، امام حسین چی؟ از این طرف روم نمیشه که ببرم بچه اینو. چجور میتونم که جلوی امام حسین بگم که امام حسین پسر شهید شده باشه و بگم که اینه پسرم و پسر خواردم. ولی اگر بازم مر طلبید، من از لطفشان میبینم. برای علی اکبرتان از امام حسین چی میخواین؟ عاقبت بخیری و ای که توفیق پیدا کنه سرباز امام زمان باشه. تا حالا فکر کردین که
از امام حسین چیزی را خواستین و به شما توجه نکرده یا با امام حسین قهر کرده باشین که چرا همچین خواسته‌ای داشتم و شما کمک نکردید که او خواسته برآورده شد؟ فکر میکنم که این تجربه اکثر آدم ها در زندگی دارن، که اکثر قریب اتفاق باید بگو که خواسته دارن و برآورده نمیشه. قطعا ما هم تو زندگی دارم همچین خواسته. قهر نه، دلگیر شدم که میگم که تو سختیم، در حال استرارم، بیشتر از این توان ندارم، ولی در امو حال گفتم که اگرم که قرار نیه ای به ما داده شوه، دست کم تحمل من رو بر بالا دیگه. دیگه امیر خواستم. چه تغییری کردید بعد از این سفرها؟ وقتی که می رفتم به سفر اربعین، وقتی یاد سختی هایی که اهل بیت کشیدن در این راه و او سختی ها خیلی خود فکر می کردم که به خاطر هدایت ما این سختی ها کشیدن و تحمل کردن، سعی کردم از هر سفر که برمی گردم یک اشتباهی که داشتم تا اون لحظه سعی کنم که اون مرتفع، یعنی برطرف کنم. هنوز کار خیلیه که بخوایم انجام بدم، ولی خب البته او رم هدیه از جانب اهل بیت میدانم که من وقت برمیگردم بتانم این توفیق داشته باشم که روی اخلاق کار کنم، رفتار تلاش کنم که عوض کنم خدا. امینایی که میتونن به ما کمک کنن. اگر همین لحظه امام حسین علیه السلام در همین جلسه‌ای که ما و شما نشستیم وارد بشن، شما دوست دارید به ایشان چی بگین و دوست دارید ایشان به شما چی بفرمه؟ دوست دارم بشن بگم که یک کار کنن که امام زمان ما زودتر ظهور کنن و اون لحظه که می آین شرمنده‌شان نباشن. کجای زندگی احساس کردین که بله این امام حسین بود که مرا اینجا دست مرا گرفت و مشکل مرا حل کرد و یقین داشته باشین که همو ارتباط شما با امام حسین بود که این مشکل شما حل شد؟ قطعا توی سفرهای اربعین که بیشتر این آدم احساس میکنه. من سفر سوم که مشرف شدم به کربلا، راستش هزینهش نداشتم که بخوام برم، فقط دلم میخواست که برم و او مدرکم که ما داشتم که میخواستم برم به اربعین تا به ما گفتن، داده بودم به دست صاحب کاروان که بر ما چیز کنن. خب بعد به ما خبر رسید، گفتن که بعد هزینهش خبر ما از جای رسید که من تو مانده بودم که چجور رسید، فهمیدم که قطعا از طرف امام حسینه و به ما گفتن که شما برین تا مرز خود برسنن، مدرکای شما هوایی هواپیما ما میرسنن به دست شما، چون دیر میشد که اگر بیشتر میخواستم بمانیم. رفتم لب مرز و از خیلی آمد، از ما و 8 نفر بودم که مدرکای ما نرسید، گفتن که آماده نشده بود و ما لب مرز به مدرک رفتم و به امام حسین گفتم تا اینجا که آمدم، شاید اگر طلب و
قسمتم نباشه که بروم، یعنی طلب شما نباشن، حتما چه تا اینجیم نمی آمدم. و برای من خیلی جالب بود که من رد شدم از مرز بدون مدرک. چه صحبتی دارید برای او کسایی که هنوز نرفتن و کربلا رو ندیدن بنا به هر دلیل؟ به نظرم یک دفعه که بروان هر رقم شده، دفعه دیگه نبیتنن تعمل کنن که بیشینن. فکر میکنم با توجه به صحبت هایی که شما داشتید، 4 بار کربلا رفتید و ارزشمندترین سفر برای شما از بین این ستا همون سفر سومتان بوده، پرخاطره ترینش. هم سوم هم چهارم. خب که من باردار بودم و این سفر رفتم، خیلی برای من دلچسب بود که من وقتی به کربلا رسیدم انقدر خسته شده بودم، بالاخره پیاده روی خیلی نتونستم انجام بدم، ولی خب در همون حد کمی که انجام داده بودم و وقتی به کربلا رسیدم چنان خسته شده بودم که من یک شبانه روز توی همون جای استراحتگاه، من استراحت مطلق بودم دیگه، اصلا دیگه نمیتونستم تکان بخورم. ولی همسرم خیلی اصرار داشتن که حتما تا اینجا آمدی حداقل چشمت به زریح بافته. من میگفتم نه نمیتونم دیگه، تا اینجا دیگه ما حسین قبول میکنه، من دیگه نمیتونم. میگفت نه، من شما رو به ویلچر میبرم حتی شده، ولی خب برو حتما. یک سفر چهارم من خیلی برام خاطر انگیز بود، خیلی بیشتر از اینکه بگم که اتفاقای خاصی برام افتیده باشه، حسای عجیب و غریبی به ما دست میداد. از همین حس برام بیشتر میگه وقتی که به یاد حضرت زینب افتادیم، در دل چی نجوا کردیم، چی گفتیم به حضرت؟ حضرت گفتم که کاش که این لحظه مال من نمی بود که من خیلی محرم اخمیرم حرم، من اینجوری برم و شما در بین نه تنها بگم نامحرم، که از نامحرمم نامحرم تر. ما اگر به کربلا میریم نامحرم ها هست، بالاخره حداقل ظلم نمیشه، حداقل به ما تازیانه نمیخوره، حداقل ما اگر گاهن سهوان حواسم نباشه، اون مردی که به ما نامحرمه او بیشتر حواسش جمعه که به ما سخت نگذره. برای حضرت زینب اینجور نبود دیگه. یا علی جان به سرای بلا کن گذری، یا علی جان به سرای بلا کن گذری، به شهیدان صف کرب و بلا کن نظری، تا سر نیز سر ناطق قرآن نگری. زینب غم زدم، زینب غم زدم.